با سلام و درود و احترام خدمت خانم ها و آقایان محترم عضو شورای دموکراسی خواهان ایران، به نظر من این شورا در گام اول کار بسیار قدرتمند و درستی انجام داد. اتحاد چندین سازمان و حزب با پشتوانه بزرگ اجتماعی کار بزرگی بود. روی مبانی مشخص، اصول مشخص این اتحاد صورت گرفت و من به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که عضوی از این اتحاد هست اعلام می کنم که در مؤسسان آزاد آینده مردم ایران ما متعهد به اجرای همین اصولی هستیم که در این اتحاد تصویب شد. ولی دوستان عزیز، ما نبایستی که انتظار داشته باشیم همه سازمان ها و احزاب و گروه های اپوزیسیون که در این شورا نیستند همین اصول رو بپذیرند تا ما با اونها ائتلاف کنیم. به نظر من این کار درستی نیست. ما باید بپذیریم همه اونهایی که خواهان ایران آزاد، سکولار، غیر مرکزگرا و دموکراتیک، در واقع ایران با چنین شرایطی هست، همه اونهایی که این اصول رو قبول دارن باید با هم ائتلاف کنیم. و این اتفاق هم خواهد افتاد در یک انقلاب دموکراتیک که حالا میتونیم بگیم انقلاب دموکراتیک، انقلاب نفی خشونت یا سپید یا هر چیز دیگری. و در این خواسته و در این راه بسیاری از احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌هایی هستند که هم فکرند. ما بایستی که کاری بکنیم که اینها با هم متحد بشن. بایستی که این اتحاد دست دوستی و ائتلاف و رفاقت به سمت بقیه دراز کنند، نه اینکه ما بنشینیم و دیگران رو به خودمون دعوت کنیم. برای ائتلاف بایستی که از یک چیزایی گذشت. اون خواستهای اساسی که ما داریم و پس از انقلاب دموکراتیک، پس از پیروزی و با تشکیل مجلس مؤسسان حاصل خواهد شد رو امروز نخواهیم. من بنشینیم بگیم همه بیان بنشینن این اصول رو قبول کنن و ما بعد با هم ائتلاف کنیم. به نظر من این خیلی شدنی نیست و نشده. لذا مردم ایران، جنبش دموکراسی خواهی ایران، جنبش عدالت خواهی ایران، جنبش اعتراضی ایران، امروز میبینید در همه کشور این جنبش به راه افتاده از اعتصاب ها، اعتراض ها. اما اینها نیاز به یک آلترناتیو دارن، آلترناتیو قدرتمند به عنوان پشتوانه. من بارها تو صحبتام گفتم شورای دموکراسی خواهان باید زمینه به وجود آمدن این آلترناتیو رو فراهم کنه. بایستی که با دیگران رفاقت کرد، بایستی که در واقع اینجا تولرانس داشت، باید تسامح داشت، بایستی که ظرفیت انتقادپذیری داشت، بایستی که بپذیریم نظریات و گوناگون رو، بایستی که بپذیریم تا با هم متحد بشیم. و بدونید که میدونید البته این انقلاب دموکراتیک مردم ایران در مرحله و آستانه پیروزی است. مردم به شکل جدی امیدوار هستن. البته رژیم داره تبلیغ میکنه که بله، اگر ما نباشیم خشونت ایجاد میشود و شرایط سوری میشود و به هیچ اینجوری نیست. مردم ایران اهل جنگ داخلی و خشونتگرایی نیستن. حتی یادم هست آقای جوادی عاملی از روحانیون حامی حکومت گفته بود که مردم اگر پیروز بشن ما رو به دریا میاندازن. نه خیر، اصلا اینجوری هم نیست. مردم ایران نه قرار کسی رو اعدام کنن، نه کسی رو به دریا بیندازن، نه در بین خودشون جنگ و نزاع کنن. مردم ایران به دموکراسی، به حقوق بشر، به نه به اعدام، نه به خشونت، نه به شکنجه باور دارن. هر گروه و سازمان و حزب رو هم که شما میبینید الان همین اصول رو قبول داره. دیگه گروهی رو ما نمیبینیم که دنبال خشونت و انتقام جویی و اعدام و اینها باشه. نه، ما همه مردم ایران با هم برابریم، با هم برادریم. دست دوستی به همه دموکراسی خواهان، همه سکولار خواهان، همه اونهایی که خواهان ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک هستند دراز میکنیم با قدرت، با قوت،
راه دموکراسی خواهی رو پیش میبریم. و من یک بار دیگه از شما ضمن اینکه تشکر میکنم به عنوان عضوی از این مجموعه، بلکه درخواست میکنم که دوستان گرامی دست اتحاد رو به سوی دیگران دراز کنید، از دیگران بخواهید، دعوت کنید. اختلافات و نمیدونم اختلافات جدی هم که داریم، حتی این اختلافات رو میشه با گفتگو حل کرد، از راه دوستی، از راه گفتگو. و من بسیار باورمند و بسیار در واقع مؤمن هستم به راهی که شما دوستان عزیز شروع کردید. و اما نبایستی که فقط و فقط در این مجموعه ما محدود و منحصر بشیم. اجازه بدیم تا همه ایران دوستان، همه دموکراسی خواهان، همه طرفداران حقوق بشر، همه طرفداران رفاه و امنیت و همه اونایی که میخواهند ایران از حکومت مذهبی و ایدئولوژیک رهایی پیدا بکنه و ایران آزاد شود، اجازه بدید تا همه اونها باشن و همه با هم باشیم. و به نظر من در این صورت هست که ما قطعا پیروز خواهیم شد. پاینده باشید و بدرود. هموطنان گرامی، خانم ها، آقایان، این بار دومی است که من موفق می شوم برای همایش سالانه شما، یعنی شورای دموکراسی خواهان ایران، پیام بفرستم. همانطور که اطلاع دارید، مملکت عزیز ما ایران یکی از سخت‌ترین مراحل و شرایط تاریخی خود را می‌گذرد. حکومتی جنایتکار، ظالم، رو به قهقرا، مرتجع و عقب‌گرا، ندانمکار و فاسد، کار را به جایی رسانده است که مردم آه ندارند که با سودا ناله کنند. مردم وسائل عادی یک زندگانی شرافتمند ازشان دریغ شده است. روی گنج زندگی میکنند و همه چیزشان به تاراج رفته. آب ندارند، هوا برای استنشاق ندارند. دود اتومبیل اونها رو خفه میکنه. خاموشی و نداشتن برق در گرمای شدید تابستان آنها را از زندگانی سیر میکنه. کار ندارند، حقوق ندارند، کرامت انسانی ندارند، حداقل آزادی و امنیت اجتماعی و امنیت قضایی از اونان دریغ میشه. حاکمان علنا زور میگویند و سرکوب میکنند. دسته دسته جوانان و فعالین مدنی و سیاسی بیگناه رو به بیدادگاه های نظام می کشانند و برای اونها حبس های طویل المدت می بردند. از اکراد، از بقیه گروه های قومی عده زیادی را اعدام کردند، از بلوچ ها اعدام کردند، عرب ها را کشتند، آذربایجانی ها را زندان کردند، ترکمن ها را زندان کردند و همه مردم ایران در وضعیت بسیار ناامن قضایی و اجتماعی به سر. تنگنای زندگانی آنها را به فریاد آورده است. آنها به خیابانها می‌ریزند، خواسته های خودشون رو فریاد می‌کنند. روزی نیست که در اینجا و آنجا و یه مملکت تظاهرات گوناگونی نبینیم. نامه های سرگشاده، مقاومت های مدنی، اعتراض مال باختگان، اعتراض بیکاران، اعتراض به فساد، اعتراض به اقتصاد ناکارآمد سراسر ایران رو فرا گرفته. حکومت هیچ نقشه‌ای برای آینده نه تنها ندارد، بلکه آقای خامنه‌ای با لجبازی خود با قدرت‌های بزرگ جهانی کار را روز به روز برای این مردم سخت‌تر می‌کند. عده‌ای از پاسداران، سپاهیان، طرفداران آقای خامنه‌ای، حزب‌اللهی‌ها در رؤیای تسلط به جهان به سر می‌بردند، مملکت را در این رویا به تاراج دادند. الان با خفت و خاری از سوریه و عراق بیرون رانده می شوند. تحریم های کمرشکن می رود که استخوان های اونها رو خورد کنه و البته جامعه هم به تبع از لطمات چنین تحریم های زندگانی براش سخت تر خواهد شد.
در چنین وضعیتی فروپاشی اجتماعی، فروپاشی سیاسی، فروپاشی این نظام در دستور است. ما باید سعی کنیم که فروپاشی این نظام و سقوط این نظام به فروپاشی اجتماعی منجر نشه. برای این کار باید دست به دست هم بدیم. یک اجتماع ناتوان، یک اجتماعی که در هر گوشه اون جنگ حیدر و نعمتی است، اجتماعی که نتیجه فروپاشی سیاسی در اون منعکس شده و فروپاشی اجتماعی منجر شده، به نفع هیچ کس نیست. ما باید دست به دست هم بدیم و شرایط یک انتقال آزاد متمدنانه بدون هزینه زیاد رو از وضع موجود به یک دموکراسی لیبرال، به یک دموکراسی پارلمانی، به یک دموکراسی که در آن حقوق بشر و جامعه بدون تبعیض است باشه فراهم کنیم. این کار شدنی نیست مگر اینکه یک الترناتیو قدرت شکل بگیره، مدیریت دوران گذار به وجود بیاد و عده‌ای باشند که کارشون به سرانجام رساندن این اعتراضاتی است که در کشور صورت می‌گیرد. برای این کار باید همت کرد. اعتراضات اینجا و آنجا هزینه زیاد داره، قابل سرکوبه، به جایی نمی‌رسه، کنسپتی نداره، برنامه‌ای به همراه نداره و آینده‌ای رو ترسیم نمی‌کنه. فقط خشم مردم رو منعکس می‌کنه. این خشم و این خواسته‌های مدنی و مطالبات را باید به مسیر خودش کشند. باید به مسیری هدایت بشن که نتیجه اون تشکیل یک دولت موقت، گذار از این نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و تأسیس یک جمهوری بر مبنای آزادی و دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و جامعه‌ای بدون تبعیض باشد. این الترناتیو قدرت اگر تشکیل بشه میتونه بخش‌های مختلف جامعه رو که معترضن به هم وصل کنه، اعتراض‌ها رو سراسری کنه، به اونها برنامه بده، به اونها هدف بده، هزینه رو کم کنه و کارایی اونها رو زیاد، اهداف مشخصی رو نشانه بگیره و اون اهداف رو بتواند پیاده کنه. برای این کار ما احتیاج داریم به نمادهایی که سمبل وحدت ملی ما، سمبل خواستهای گوناگون و وحدت در تکثر ما باشند. اینها باید اشخاصی باشند که سرمایه ملی داشته باشند، خوشنام باشند، مردم بتوانند به اونها تکیه بکنند و هر کدام بخشهایی از این جامعه رو نمایندگی بکنند. ما در وضعی نیستیم که هیچ شخصیتی، هیچ حزبی، هیچ گروهی و هیچ دسته‌ای همه جامعه رو نمایندگی کنه. ما مجبوریم با هم بنشینیم و توافق کنیم. نه تنها با اونهایی که دوست داریم باشون توافق کنیم، بلکه با اونهایی که دوست نداریم با اونها یک جا بشینیم و تفاهم کنیم، ناچاریم که توافق. این نمادها نماد یک پارچگی سرزمینی ایران، نماد وحدت ملی و نماد دموکراسی آینده ایرانه. در کنار این نمادها ما نهادهایی می‌خواهیم متشکل از گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌ها، ادیان مختلف که به این هیئت امنای ملی رأی اعتماد بدن و اونها رو تایید کنن، اونها رو تقویت کنن تا به انجام این کار بزرگ نائل بشن و با اونها همفکری کنن و در برنامه ریزی و کارهای تخصصی کمکشون کنن. ما به یک میثاق ملی احتیاج داریم، میثاقی که در آن تکثر جامعه متکثر ایران منعکس شده باشه. این جامعه خواستهای گوناگونی داره، باید چنین روایتی شکل داد که یک فرد محروم خوزستانی، کسی در کردستان، کسی در خوزستان، در بین اعراب ایران، در بین ترکمنها و در بین لورها و مرکز نشینان فکر کنه که آینده ایران مال اون هم هست، او هم در این مملکت سهم به سزای خواهد داشت و در نتیجه شرکت. ما احتیاج به برنامه گذار داریم.
دوران گذار باید مهندسی بشه، قسمت قسمت بشه، هدف گذاری بشه و آرام و منظم به سوی هدف بشه. بنابراین ما احتیاج به اتاق فکرهای گوناگونی داریم. ما احتیاج به یک کنگره ملی سراسری ایرانیان داریم که همه گروه ها، احزاب، خواسته های متنوع از زنان، جوانان، کارگران، کشاورزان و اتنیک و نخبگان ایران در اون نمایندگی داشته باشند و بتوانند خواسته های خودشون رو مانند یک پارلمان در تبعید منعکس کنند. این پارلمان به وسیله دیجیتال باید به ایران وصل بشه. هیئت امنای ملی باید مرکب از ایرانیان خارج و داخل بشه. آذربایجانیان، کردها، عربهای ایران، ترکمنان و لورها نقش بسیار بزرگی مانند سطر مشروطه دارند. آنها باید سر اسبهای خودشون رو به سوی پایتخت برگردند. باید اونهایی رو که در مسند قدرتن به زیر بکشند. باید مسالمت را یاد بدهند و استمرار در مطالبات مدنی را نشان بدهند. شما باید خواسته های خودتون رو فرموله کنید. شما باید به طور شفافی بگویید چه میخواهید، به طوری که در مجلس مؤسسان آینده در قانون اساسی بتواند بر سر اون تفاهم و داد و ستد بشه. با کسانی که مخالف شما باید به بحث بشینید و به اون میانجین طلایی برسید. مرکز نشینان، احزاب سراسری هم باید این کار رو بکنند و اگر مخالف شما هستن دلایل مخالفت رو بنویسن و با هم باید وارد تعامل بشید. بدون این تعامل ایران جای همه ما نخواهد بود. جامعه بی تبعیض نخواهد بود. جامعه به سمت سرکوب خواهد رفت و این جامعه نیست که ما میخواییم. باید با هم تعامل کنیم. باید به توافق برسیم. ما باید قادر باشیم روی عدالت دوره انتقال، اقتصاد دوره انتقال، آموزش دوره انتقال با هم تفاهم کنیم. ایران آینده رو باید شکل بدیم. اگر گروهی یک نظم فدرال میخوان و گروهی از نظم فدرال میترسن، باید با هم دیگر وارد صحبت بشن. باید بر سر حد اقلها و حد اکثرهای قابل تفاهم توافق بکنند و فرمول آینده ای رو که در قانون اساسی باید منعکس بشه باید با هم به تفاهم برسن. همه میگویند که اختلافات در مجلس مؤسسان حل خواهد شد. مگر مجلس مؤسسان چقدر وقت و چقدر فرصت و چقدر ظرفیت داره؟ این دعواها باید حالا حل بشه. حالا که فرصت دارید بیایید گفته های خودتون رو شفاف کنید، از ایهام و ابهام دوری کنید، دقیقا بدانید که چه میخواهید. نمایندگان خودتون رو انتخاب کنید. نمایندگان اتنیک باید در نهاد هیئت امنای ملی، در کنگره سراسری ایرانیان، در نمادها و نهادها باید شرکت داشته باشند و باید روایت ایران سراسری رو بسازند. برای این کار بیایید دست به دست هم بدیم، با هم کار کنیم، با گروه های سراسری باید کار کنیم. خواسته های شما از خواسته های ملت جدا نیست. امروز این خواسته ها در سایه ظلم جمهوری اسلامی چنان سراسری شده که همه چیزی را فریاد میزنند که آن یکی هم در گوشه دیگر مملکت همون را فریاد میزنه. بیایید زبان مشترک، صدای مشترک، گفتمان مشترک و خواسته های مشترک در کنار تکثر و تنوع خودمون پیدا کنیم و به ایران بیاندیشیم. دست شما را می فشارم و امید موفقیتتون رو دارم. بدرود. با سلام و درود خدمت یاران و همکاران در شورای دموکراسی خواهان ایران که گام بزرگی برای ایجاد یک اتحاد سراسری در بین همه مردمان ستمدیده دادخواه ایران برمی‌دارند و در کنفرانس دوم که در 14 جولای تشکیل شده است امیدواریم که بتوانند این گام های برداشته شده رو
به وسعت بیشتری برسانند تا همیهنان بیشتری و کسانی که باور به مبارزه برای آزادی و عدالت در ایران دارند و اینکه ایرانیان به دست خودشان می توانند همه کشورشان را از شر نظام ولایت فقیه نجات دهند، در این امر خطیر پیروز بشوند و دلاوران بیشتر، مبارزان بیشتری رو با اندیشه های مختلف بتونن به این مبارزه جمعی دعوت بکنن و با حضور اونها در این مبارزه بزرگ به طرف تشکیل یک شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران که عملا از دیما با شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام ماجرا که از سوی کارگران، زحمتکشان و ستم دیدگانی که در شهرهای مختلف ایران به میدان آمدند و این مبارزه و اعتراضات و اعتصابات رو به خصوص در بخشای کارگری و مزدبگیران ایران تا امروز ادامه دادند. چرا ما این باور رو داریم که شورای دموکراسی خواهان ایران می تواند گام اساسی رو بردارد برای آن که شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران با حضور همه نمایندگان نهله‌های فکری مختلف از مناطق جغرافیایی مختلف و طبقات مختلف اجتماعی کشور که زیر ستم واقع شدند و دادخواهی می‌کنند و به اعتراضات آمدند موفقیت آمیز باشد و این پیشنهاد رو ما از طرف جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه به همراه بخشی از یارانی که در همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی کار می‌کنند و در داخل و خارج ایران تمایل به این براندازی دموکراتیک رو اعلام کردند مطرح می‌کنیم به عنوان پیشنهادی که از سوی جنبش همبستگی در این کنگره دوم یا کنفرانس دوم شورای دموکراسی خواهان ایران به عنوان یک راهکار که با دیدگاه وسیع‌تری تعداد بیشتری از احزاب، جریانات، گروه‌ها رو با تفکرات مختلف اما برای چهار امر مشخص براندازی، استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا و حالا سکولار، لائیک، هرچی که اسمش رو خواهند گذاشت بعد از این در مجلس مؤسسان بعد از براندازی و سپس حفظ تمامیت ارضی ایران با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قبول کردن حق تعیین سرنوشت و از همه مهمتر برابری حقوقی و توزیع ثروت و قدرت در کشور ایران به صورت عادلانه در بین تمام اقوام و اقلیت‌ها و نیروهایی که در ایران دارن، مردمی که در ایران در حقیقت زندگی می‌کنند. چرا پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران باید عملی شود؟ این یک پیشنهاد است برای عبور از این شرایط وحشتناک که بر کشور ما سایه افکنده است. داشتن یک شورای هماهنگی رهبری الزامی است. با توجه به تنوع و تکثر اقشار و طبقات ناراضی، با توجه به مطالبات و خواسته های بسیار متفاوت ایرانیان در نقاط مختلف کشور، با توجه به اینکه بخش های مختلف اجتماع برای تغییر شرایط حاضر که بجز ویرانی و نابودی ما نیست و ادامه حکومت جمهوری اسلامی هر روز این نابودی رو تشدید میکنه، راهکارها و پیشنهادهای متفاوتی دارند. همچنین گروه های مختلفی که در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی و اشخاص متفاوتی رو در مد نظر دارند به عنوان اینکه میتونه رهبری بخشی از این جنبش رو به عهده داشته باشه و نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی رو مطرح می‌کنند. این گوناگونی گاه باعث اشتباه افراد صادق و اغلب مورد سوء استفاده عوامل نفوذی حکومت برای ادامه تفرق اندازی بین براندازان دموکراسی خواه می شود. لذا برای اینکه بتوانیم نیروی تمام این تشکیلات و این افراد و سازمان‌های برانداز و دموکرات را در کنار هم در مقابل قدرت متمرکز و پول‌های بادآورده و غارت شده از مردم ایران که به چنگ حکومت افتاده است رو داشته باشیم، داشتن یک اتاق فکر
و فرماندهی واحد برای رهبری همه براندازان و دموکراسی خواهان که همه ناراضی هستند و همشون با دیدگاه‌های مختلفی آینده رو می‌بینن، اما فعلا بایستی مرحله براندازی رو انجام بدیم. به همین دلیل نمایندگان متفاوت تمام این دیدگاه‌ها، چه به لحاظ اقوام ایرانی، چه به لحاظ طبقات مختلف، چه به لحاظ سازمان‌ها، گروه‌ها و تشکیلات متفاوتی که برای امر براندازی و استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران با تکیه بر انسانگرایی و رعایت حقوق بشر به شکل برابر برای همه مردم ایران دارن تلاش میکنن. به همین دلیل برای اینکه این شورای هماهنگی پا بگیرد به یک حداقل‌های باورمندی هم ما نیاز داریم. این باورمندی‌ها چی میتونه باشه؟ ما پیشنهادمون این هست، خیلی حداقلی، که اگر همه نیروهایی که میخواهند جمهوری اسلامی را براندازند میتونند در یک موضوعات مشخص که اول از همه پذیرش استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران، تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تکیه‌گاهی که قانون اساسی آینده را از یعنی با رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر تک به تک بی کم و کاست بنویسیم، همه احزاب و گروهایی که بعداً با رأی مردم در اون مجلس مؤسسان خواهند آمد، از همه بیشتر و مهمتر رعایت برابری تمام اقوامی که در ایران زندگی میکنند برای توزیع قدرت و ثروت عادلانه به لحاظ جمعیت و نیرویی که در کشور دارند. و از آنجا که بایستی هم براندازی و هم دوران گذار مدیریت بشه، ما برای مدیریت دوران براندازی، دوران گذار و رسیدن به دوران دائمی یعنی پارلمان دموکراتیک، دولت دموکراتیک و هر آن چیزی که در مجلس مؤسسان در دوران گذار از طریق حضور نمایندگان همه احزاب، سازمانها، اقلیتها، اقوام، طبقات اجتماعی، سندیکاها، اتحادیه کارگری، معلمان در اون مجلس مؤسسان حضور پیدا می کنند، بتونه که این قانون اساسی رو طوری بنویسه که آینده دموکراتیک در ایران باشه و همه مردم ایران خودشون رو در امر مدیریت کشور سهیم ببینند. در نتیجه این فضای دروغینی که حکومت برای مسائلی مثل نم تجزیه طلبی و امثال اون یا فروپاشی کشور یا نمیدونم داعشی شدن کشور دامن میزنه به گور سپرده بشه، چرا که هیچ دشمن خارجی نمیتونست این بلایی که امروز بر سر ایران آورده جمهوری اسلامی بر سر ایران بیاره، فرهنگش رو نابود کنه، محیط زیستش رو نابود کنه، مردمش رو نابود کنه، اقتصادش رو نابود کنه، چیزی دیگه از ایران باقی نمونده. لذا پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی رهبری که ما به طور مخفف جوانانی که این پیشنهاد رو دادن اون رو شهرام مینامند، میتونه گام بسیار مؤثر و مفیدی باشه برای اینکه ما در امر براندازی که گام اوله پیروزی در این نقطه هست، همه نیروهای برانداز و دموکراسی خواه و معتقد به انسانگرایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو با هم دیگه متحد بکنیم تا در کارزار مشترک و متحد در مقابل حکومت بتونیم در کنار هم قرار بگیریم و همه نیروهامون رو با هم یک صدا و هماهنگ. اصل قضیه هماهنگی است که این هماهنگی در امر سراسری کردن اعتراضات، اعتصابات و از همه مهمتر دوران براندازی نقش جدی میتونه داشته باشه که جزئیات اون رو ما در همین جزوه‌ای که به زودی منتشر میکنیم و در اختیار شورای دموکراسی خواهان هم قرار خواهیم داد میتونیم پی بگیریم. با آرزوی اینکه دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران با موفقیت به اهداف خودش نائل بشه و بتونه توجه نیروهای برانداز، دموکراسی خواه، آزادی خواه و ایرانی بیشتری رو به این حرکت بزرگ که لازم از هرچه زودتر شکل بگیره جلب بکنه. اتحاد، مبارزه، پیروزی یگانه راهی است که برای نجات ایران و ایرانی پیش روی ما قرار دارد. با عرض درود خدمت تک تک یاران و هموطنان و با عرض پوزش از این که نتونستم در جمع شما حضور بیابم،
به دلیل ضیق وقت سخنانم را کوتاه و تلگرافی به سمع شما میرسانم. در مورد ضرورت اتحاد و ائتلاف اپوزیسیون نشست‌ها و کنفرانس‌های متعددی برپا شده است و می شود و همچنین مقالات بیشماری هم نوشته شده، مباحث و مجادلات فراوانی صورت گرفته، اما متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. به همین دلیل من نمیتونم ادعا کنم که علت ریشه‌ای آن را دریافتم یا دریافتیم. شاید هم به دلیل این فاصله هاست که بین ما، فاصله فیزیکی که بین ما با ایران وجود داره، فاصله فکری با نسل جوان، فاصله تئوریک و نظری با یکدیگر. اجازه بدید با اشاره به تجربه های شخصی خودم ببینیم که در عرض این سالها کجا بودیم و امروز به کجا رسیدیم. حتی قبل از تشکیل کنگره ملت های ایران فدرالینی، بیش از 14 سال پیش در لندن ما یک سمیناری داشتیم به نام سمینار نقش اقوام ایرانی در آینده ایران که مهداد فرهمند، گزارشگر رادیو بی بی سی در آن زمان که خب تلویزیون اون موقع نبود، در گزارش خودش واقعا نوشته بود که این سمینار، یعنی سمینار اقوام ایرانی در لندن، از لحاظ اینکه تونست امکان گفتگوی آزاد میان طیف‌های گسترده‌ای از فعالان سیاسی قومیت‌های ایرانی و طرح نظرات آنها را فراهم آورد، در نوع خود کم سابقه بود، هرچند نشان می‌داد که گروه‌های فعال در زمینه‌های قومیت‌ها و غیره تا رسیدن به اون توافق و طرح برنامه منسجم فاصله بسیار زیادی دارند. حال سوال اساسی این هست که باید از خودمان بپرسیم بعد از بیش از 14 سال چقدر از این فاصله ائتلاف با دیگران را پیموده‌ایم. 2 سال بعد از اون هم در، یعنی حدود 12 سال پیش، نشست نسبتاً موفقیت آمیزی در لندن داشتیم حول محوریت جنبش رفراندوم که در اون شخصیت‌های زیادی شرکت کرده بودند برای ایجاد یک ائتلاف. اما 12 سال بعد از اون هم گذشت و ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. چرا؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش 10 سال پیش تحقیقاتی رو انجام دادم که حاصل اون رو در مقاله تحقیقی مفصلی به نام زمینه‌یابی علل ناکامی اپوزیسیون در بستر تاریخ فرهنگ استبدادی و سنتی ایران نوشتم و در آن نتیجه گیری کردم که مشکل از ماست که بر ماست. باید از خودمون برون شویم و به درون خودمون بنگریم. آن وقت خواهیم دید که این دود سیاه فام، این شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. آتش ما در شکم ماست، از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست. و نوشتم اپوزیسیون که عملا آینه و مظهر آشفتگی و فرهنگی تاریخ ما هست، کارنامه مایوس کننده ای داشته در راستای ائتلاف. شکست های مختلفی بوده، ناکامی های مختلفی مثل جنبش رفراندوم، نشست های برلین، لندن، پاریس، بروکسل، ایتالیا، نشست 700-800 نفره جمهوری خواهان، نشست جمهوری خواهان لاحق، همبستگی ملی، کنگره همبستگی ایرانیان، جنبش نجات ایران و غیره. بیشمار مثال هایی هستند از مشت نمونه خروار. دقیقاً 6 سال پیش نیست، یعنی در تیر ماه سال 91 یا جولای 2012 مقالی نوشتم تحت عنوان کارنامه 30 ساله اپوزیسیون، 1 گام به پیش 2 گام به پس. مقالم و اینگونه آغاز کرده بودم که گویان کاروانی از مردمان یکی از شهرهای ایران که به دلیل خودپرستی، نفاق و بددلی مشهور بودن به حاکم شکایت بردن که 2 رهزن کاروان 100 نفری ما را غارت کردن. حاکم به تعجب پرسید چه کمونه 100 کس با 2 تن بر نیامدن؟ یکی از آنها در پاسخ حاکم گفت که آنها 2 نفر بودن همراه و ما 100 نفر بودیم تنها. و این حکایت ما اپوزیسیون هست، کاروانی که علی رغم گذر قریب 4 دهه از انقلاب تا رسیدن به سرمنزل مقصود سنگها فاصله دارد. هدفم از اشاره به این تجربه های شخصی و نوشته های گذشتم اینه که واقعا بعد از 40 سال تاریخ تلخ، بعد از 40 سال تشتت و پراکندی، اپوزیسیون برون مرزی همچنان اصرار بر مرزبندی های ایدئولوژیک، آرمانگرایی به جای همگرایی و به جای اینکه حداقل مخارج مشترک ها را سر لوحه کار خودمون قرار بدیم، همچنان سرگردان هستیم. نوعی انتظار و سردرگمی بین ما وجود داره. سوال اساسی اینه که در این کنفرانس و کنفرانس های دیگه که واقعا ما چگونه میتونیم از این برزخ 40 ساله تشتت و پراکندی عبور کنیم. همانگونه که 10 سال پیش هم نوشته بودم، باید از خود
برون شویم و به درون خودمون بنگریم. باید برای اتحاد از خودگذشتگی و انعطاف پذیری به پراگماتیسم سیاسی اعتقاد داشته باشیم. اما متاسفانه بسیاری از ما نسل سیاسی قبل از انقلاب از دروازه های تنگ و انعطاف ناپذیر ایدئولوژیک اون تاریخ مصرف گذشته ها و غیره وارد دنیای سیاست شدیم و با اکراه هر نوع گذشت و دگرسان پذیری را دنبال روی از حزب با تلقی میکنیم. جالب اینجاست که همون حزب ترازنبین باد که نهال این شیوه نگرش جزمگرایی رو در اذهان ما کاشته بود، همان حزب بود که به ما یاد داده بود کلمه سازش از هر فوش ناموسی برای یک انسان انقلابی و وفادار به خلق و ملت و امت و غیره بدتر است. در حالی که سیاست باید هنر ممکنات از طریق سازش و به دبستانهای سیاسی باشد و نه کشمکشه های واگرایانه بی پایان و جنگ و ستیز ابدی با دیگران که نه تنها حاصلی جز تفرقه و تسلب و ایستایی، بلکه ضریب انفکاک و انشقاق در میان نهله های مختلف سیاسی را هم افزایش خواهد داد. اگر ما بپذیریم که سازش نه کلمه زشتی است و نه فعلی نامطلوب، آن وقت میتونیم امیدوار باشیم که با هم میتونیم کشورمون رو بسازیم. با قبل از اون باید با همدیگه بسازیم. صد البته منظورم سازش با خودمون است، نه با نظام سازش ناپذیر و اسلام ناپذیر جمهوری اسلامی. اگر ما تونستیم با تغییر فکر و نگاه خودمون و با توافق بر روی حداقل مخرج مشترک ها اندر طلب یاری یکدیگر بیستیم، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که مشکل ائتلاف اپوزیسیون در حوصله دانش ماست. حداقل مخرج مشترک هم برای همه مشخص و معلوم هست. برای بنده اگر من خیلی سریع اسم ببرم در بین بسیاری از مسائل، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم در همه شؤون و امور زندگی، چه به صورت عمودی افقی و مشارکت همه مردمان ایران از طریق توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی آنگونه که در دموکراسی های غیر متمرکز پیشرفته دنیا وجود داره، نفی کامل هر نوع تبعیض و نابرابری در عمل و وجود آوردن سازه‌های قانونی برای تأمین برابری حقوق، سکولاریسم و جدایی دین از حکومت، من میگم از حکومت نه از دولت، پایبندی به بیانیه جهانی حقوق بشر، اینا حداقلایی هستن که ما میتونیم با همدیگه روی اونها توافق بکنیم و من این آرزوی موفقیت و پیروزی رو برای این کنفرانس خواهم. موفق باشید.